وقتی که هدف ها مشخص نباشه، جهت ها مشخص نباشه، واقعیت ها نامعلوم باشه، حسن نیت کاملا زیر سوال بره، شما در صحنه سیاست باشید که رول روباه و گرگ رو غالبا باید بازی کنید، من انتظار و توقع زیادی ندارم که چرخش مسائل اینقدر ساده باشه که من کمدان هم بفهممش. به همینجاست که واقعا وقتی که اشاره میشه حرف من این است که بذارید ببینیم چه میشه یا چه خواهد شد. واقعا به من بفرمایید پیش بینید چیه، میگم نمیدونم. به من بگید احتمالو چی میدی، احتمالاً احتمال بیشتر عقد قرار داده. ولی آیا این قرارداد پایان مناقشه حتی درباره این موضوع؟ نه. پایان مناقشه درباره مسئله تحریم هاست؟ نه. آیا مسائل اقتصاد ایران اینجوری حل میشه؟ نه. برای اینکه امروز تو رادیو عرض کردم، اگر یک کسی به من 6 ماه قبل میگفت که فلانی آیا ممکنه نفت بشکه‌ای بیش از 100 دلار بشه 50 دلار، میگفتم حتی 5% که سال 2-3% هم احتمالش نیست، اما شد. یعنی این از اون کارها بود که شاید بیش از همه عربستان اینو انجام داد و به دنباله اون یا تبع اون روسیه رو از نظر اقتصادی در وضعی قرار داد که اگر درست گرفت باشم تولید ناخالص ملیش 2.2 بیلیون دلاره. هنوز چیزی نیست در مقابل چین تقریبا 11 میلیاردی و امریکای 18 میلیاردی. دوم ضربه رو به ایران میزنه که درآمد 80 تا 100 میلیاردی از نفت تنها برسه به 20 میلیارد، اونم تازه با کش و قوسی که چگونه اونو دریافت کنه. کسی که در امریکای مرکزی ونزوئلا اون همه گردن کلفتی میکرد شرایط اقتصادیش به مرحله انفجار برسه و احتمالاً به دنبال خودش گرفتاری است به خاطر کاهش درآمد نفت این کشورها، در حقیقت صادرات اصلیشون نه، تنها منبع اصلی درآمدشون و جزی در حد 40-60% بودجهشون هستند به این درآمد ارزیشون، هم با ویژگی های ارز که کاملا متفاوته با تولید داخلی. شما این دفعه متوجه میشید صحنه بین‌المللی صحنه خیلی شناخته شده نیست. حالا علاوه بر اینا چیزی که اضافه شده بهش که به نظر من نمیدونم کیا از قبل پیش بینیشو میکردن، داعشه، که شما یه مرتبه با یک گروهی روبرو میشید که یه قرائت دیگری داره از قرآن کریم و یه نگاه خاصی داره از اسلام و بعداً میتونه یه چنین شرایط خاصی رو به وجود بیاره و جنگی رو آغاز کنه، که این نکته مهمه که دو گروه مسلمان به جان هم افتادن و همه یه غیر مسلمانان جان که به هر حال عدم رضایتی، دشمنی، کینه‌ای، تنفری، هر جور می‌خواید اسمشو بذارید، یا عدم باور و اعتقادی به اسلام و مسلمانان دارن، از اینکه بیش از 95 شاید 98% کسانی که کشته دارن میشن مسلمانی که مسلمانو میکشه، معلومه که اون احساس رو مگر اینکه از نظر اخلاقی انسانی به یه جایگاه رسیده باشن ندارن و در نتیجه خب یه شرایط عجیب و غریبی به وجود اومده. که اینجا یه پرسش رو مطرح کنه، چقدر اصلا این کشورها خاورمیانه رو در چه حدی آرام، در چه حدی نارام و ناراحتی رو تا چه حدی همراه با مساله و منافع خودشون میدونن. یعنی این ماجرا هم شرایط ایران رو برای نزدیکی دچار اشکال میکنه، برای که ایرانی که بیاد نزدیک بشه به امریکا و اروپا، ماجرای عربستانی که همکنون با داستان نفت چنین شرایطی رو برای ایران و روسیه و بقیه فراهم کرده رو چگونه میتونن از این دوستی تبدیل به یه نوع فاصله یا دشمنی بکنن، و یا حرفی که اخیرا وزیر امور خارجه عربستان در خصوص ایران و عراق میزنه. یعنی شما وقتی یک کمی اطلاعات، باز تکرار میکنم من اینقدر کم میدونم که به همجاست که میتونم این حرفا رو بذارم، ولی اگر میدونستم این حرفا رو نمیذارم، شما با یه صحنه بسیار بسیار پیچیده در خاورمیانه روبرو هستید که من و شما ایرانی که حتی ساده ترین موضوع رو هم نمیتونی به عنوان نظر خودمون ارائه بدیم، کسی هم با ما کاری نداره، این چنین گیر و گرفتارش هست. این برحال من حقیقتشو مجبورم به شما بگم، وقتی شما اون قطعه شعر رو خوندید حال من خیلی بد شد. یعنی اگر واقعا حق داشتم و به خودم اجازه میدادم باید میرفتم، برای که جایی یاد داشته اون، بله اون نامه رو. بنابراین وقتی صحبتی کردی تو یه ذره منو برد تو حالت سیاسی، از اون حال درم آورد و پتا خدمتتون عرض کردم اگر میشه
یه چیز دیگه ای رو مطرح کنید، برای که در یه چنین وضعیتی که خیلی چیزا داره قربانی میشه، جایی برای جشن عشق یا حتی خود عشق نیست. درست اون مایه و خمیر مایه هستیست، ولی در یه چنین شرایطی واقعا کار خیلی سخت و سنگینه. به همین جهت که اگر شما که مطمئنم خیلی بیشتر و بهتر از من میدونید تو همین زمینه دلتون میخواد با هم گفتگو کنید، حقیقتش من باش راحت‌ترم و شاید ازتون یه خواهش بکنم اگر قرار شد من هفته بعد خدمتتون باشم و گفتگوی راجع به عشق رو ادامه بدیم، ممنون میشم اولش یه کار عرض کنیم مهربانانه بکنید تو خوب که یه کمی با موضوعی عشق بخوب. آقای دکتر فکر میکنید که من حقیقت چه بخواید، میدونستم همیشه که شما اینقدر حساسید، ولی خب من دیدم شما با کیسای خیلی خیلی جدی در رادیو مطرح میشه، در تلویزیون بیشتر رادیوتون رو شنیده. مثلا فرض کنید هفته گذشته که اون زنی که از ایران، بانوی که از استرالیا تلفن کرد و وقتی زندگی خودش رو گفت که اینکه خودش و خواهرش به شغل فاحشگی اشتغال داشتند، بعد مانع از فاحشگی خواهرش شده بود، بعد با شوهری با مردی ازدواج کرده بود که معتاد بود، ولی به هر حال اون مرد این رو تحقیر میکرد که تو هیچی نیستی اگه از من جدا بشی، و این تحقیر بهش انگیزه مثبت میداد برای اینکه ثابت بکنه و حالا در استرالیا داره پی‌اچ‌دیش رو میگیره. خب کیسی بود که به نظر من چون شما رو میشناسم یه مقداری از این، من فکر می‌کنم شما تو رادیو حتما خیلی تو هم رفته بودید. حالم خوب نبود وقتی بین 18 تا 25 سالگی 7 سال نوع زندگیش این بود، یعنی واقعا میدونید مطالعات راجع به در حقیقت روسپیگری نشون میده که بیش از 95 تاش اصلا مایه روانی اونقدر نداره که موضوع اجتماعی اقتصادیه و شما اینو میتونستید ببینید. ولی بعداً دو تا نکته جناب فروزنده، اتفاقاً با جمعی از دوستان چند شب قبل به جایی بودیم، گفتم که این نشون میده که اولاً همونطور که در مباحث کلی همه ما که بکنیم بقیه قاتلن، خبر نداریم که خودمونم یه روز میتونیم قاتل باشیم، بیش از نیمی از مردم آمادگی کشتن رو دارن، همه ما میتونیم گیر و گرفتار بشیم. همیشه هم رو عرض کردم نه خوبی خوبان اینقدر که گفتن، نه بدی بدا اونقدر که گفتن، یعنی اگر امیدوارم بتونه دستم نشون بده فاصله خوبان و بدان اینقدر نیست، فاصله خوبان و بدان اینقدر، تازه کمی هم تو هم میخوره. من به دلیل کارم به این نتیجه رسیدم که نه ما اینقدر خوب داریم نه اینقدر بد، ما هممون گیر و گرفتاریم فقط به نوعی. بنابراین وقتی اون خانم این مسئله مطرح، اولا باورم کنی برای من هیچ فرقی نمیکرد که ایشون این کارا رو کرده یا نکرد. اگه میگفت من تو این 7 سال این زحمات رو برای خانوادگیش هم برای دو تا بچهای برادرش کشیده بود، من به اونم میتونستم توجه کنم، فرقی برام نمیکرد. ولی چون از دل این آتش سربلند بیرون اومده، یه بسیار انسان یه طلایی است که میتونه از آتش برای حقیقت بیرون بیاد و از این آزمایش بگذره، اون برای من مطرح. اما مجبورم بهتون بگم اگر هستالی فکر کردید که احساس بد من در خصوص اون موضوع 5 بود، نامه‌ای که شما خوندید 500 بود. برای که اینجا شما با دو چیز روبرو میشید، یک انسان مظلوم و بدون امید. من فکر کنم اگر 17 روز خدا خدا کنم و جواب نشنوم، ناامیدی منو میکشه. 17 سال در این شرایط. بنابراین جمله رو باز تکرار میکنم، این منو اذیت، اون نه، حتی اون اگر ادامه هم پیدا میکرد این گونه نبود، من میتونم باز حرف بدتر بزنم، من متاسفانه خواهر ندارم، ولی اگر خواهر میداشتم، اگر تو این شرایط گرفتار میشد و به اینجا میرسید، اصلا فکر نمیکردم که به من و خانواده من برن تعلق نداره. نمیخوام بگم تایید میشه، نمیخوام بگم خوبه، ولی متاسفانه جامعه فروزنده، من تو تایی کارم با این واقعیت روبرو شدم که انسان یه درخته و وقتی خیلی سرفراز و سربلنده، ریشهاش بیشتر تو دل کثافت و لجن زمین این بر اون بر رفته. یعنی
یعنی هرچی بلندتره اون خطر و خرابی بیشتره. و تو کارم متاسفانه با بسیاری از آدم ها روبرو شدم که از ذره دانایی و توانایی در اوج در اوجند، ولی در حقیقت علت این اوج اون ریشه در گل و لجنشون. و به همین جهته که انسان یه پدیده عجیب و غریبیست، یعنی واقعا بهترین بهترین و بدترینه، واقعا نهایت شبه و بدایت و آغاز روز. ما تاریکی مطلق و روشنایی مطلقیم، در این وسط هم البته نیمه نوری هست. و تغییر و جابجایی رو من تو همه آدم ها فراوون دیدم، برای اینکه ما بیش از اون گیر و گرفتاریم که بخوایم نسبت خوب به کسی و بد به کسی دیگه. ابدا ابدا هرگز گناه کسی نزد دیگری مبر، شاید خدایش بخشیده باشه. یعنی ماجرای انسان اینه. به همین جد است که ما به عنوان آدمی که اشتباه کرده، به عنوان آدمی که نادانه، به عنوان آدمی که گرفتاره، به عنوان آدمی که بیماره، من میتونم بپذیرم، ولی بد برای من واقعا معنایی نداره. و به همین جد است که اون بانوی عزیزی که از استرالیا تلفن کرد، گذشتش برای من مهم نبود، همون چون فکر کنم بهش گفتم. برای من مهم اینه که من کجا میخوام برم، حتی مهم نیست کجا هستم، مهم نیست که شما دو سال تو قرار بود خاکستر بشی ولی داری ستاره میشی بدون تردید. برای که مهم عرض کردم این نیست که من دو سالمه یا 12 سالمه یا 42 سالمه، مهم اینه که کجا دارم میرم. چون تا زمانی که هی بخوایم بگیم یک کجا هستم، دو کجا بودم، مسئله انسان و آزادیش و رشد و تکاملش منتفی شده و اون برای من دردآوره. به همین جد است که باز تکرار میکنم، نامه شما، نامه که خواندید کوبنده بود، اونه که واقعا غمگینم کرد. یعنی بذار به شما بگم چرا غمگینم هم کرد. خودم رو اونجا مجسم کردم که میتونه زندگی من یا شما باشه هر لحظه. خب در یه دنیای این چنین بی اعتبار که شما همه رو میبینید، شما ببینید بسیاری از ما خودمون رو نگه میداریم که جلو مردم دستشویی نریم. میریم تو دستشویی میبینیم اونقدر تمیز نیست، اصلا ممکنه تا یه اونجا رو مهمونی رو ترک کنیم. شما برید یه جایی، اینگونه که تو این نامه بود، که به دلیل عدم رعایت و بعضی هم که واقعا تو این شرایط که آدم سالم باقی نمیمونه، شما باید برید حالا یه جایی که در حالی که پاتون رو میگذارید با ادرار و مانده مدفوع دیگران در ارتباط باشید. اونم نه یک روز، نه دو روز، نه یک بار، نه دو بار. موضوعیست که امشب هم منتظرتونه، فردا هم هست، زندگیتونه. right. ببینید ماجرا و موضوع امید خیلی مسئله است. اصلا یه دلیلی که اینا زنده هستن برای که روزی آزاد بشن. اگر اونو ازشون بگیرید مرگشون حتمیه. اینو دکتر فرانکل به ما گفت که مسئله این امیده است و مسئله یه کمی از خود در اومدن. و فکر میکنم خدمتتون عرض کردم این دگردوستی و ستایش است که ما رو نگه میداره. و الا ببینید این جمله از نظر یه ده شعاره، ابدا نیست که مرگ آرزوی ماست، مرگ نعمته. من جملاتش یادم نیست برای که موضوع رو گرفتم. روزی که آدم به اینجا برسه که دلش بخواد بمیره و آرزو کنه ببینید، راهی هم اونقدر ندارن و برای اینکه اون کار تازه مسئله دیگه وجود، بعد بیاد چی کار بکنه، بیاد یه بازی رو در بیاره که بتونه یه مقدار امتیاز بگیره که بر مبنای اون بتونه یه تلفنی بکنه که تازه به خاطر اون تلفن دلش بیشتر درد بگیره. برای اینکه اگر آدم تو این شرایط باشه، یه مسئله است، اینکه فقط خبر از یه چیزی متفاوت داشته باشه مسئله است و اینه که آزاردهنده است. و بعدم یادتون باشه مفهوم زمان یه جنبه کمی و بیرونی داره که با ساعت و ثانیه میشه مشخصش کرد، اما مفهوم واقعی زمان، زمان ذهنی و درونی منه. و به همینجاست که دو جاست که زمان 5 برابر 10 برابر میشه، یکی سر کلاس مدرسه‌ای که دوست نداریم، یکی زندان. یعنی طولانیه. اونا یه روز زندان نیستن جان فروزنده، اونا امروز 10 روز گذشت.
و بنابراین یک سال اونا 10 سال و 17 سال یعنی 170 سال، برای که زمان آهسته است. شما نگاه کنید به کودکی زمان آهسته بود، روز شب نمیشد، نوروز نمی آمد. ما هرچی سنمون میره بالا زمان سرعت بیشتری میگیره، اون از نظر علمی میدونیم چرا. بعد تازه بر میگرده به اینکه در زندگی ما چه میگذره. یک کشاورز زندگی 40 سالش 100 ساله و یه آدم در جامعه سنتی مثل نیویورک 100 سال عمرش 40 ساله، برای که سرعت تغییراتی که زمان درونی و کیفی که زمان واقعی منو میسازه. بنابراین شما که در زندانید صبح تا زور بشه 3 روزه، 4 ساعت نیست. دکتر توضیحاتی که دادید یه نکته ای رو گفتید، در واقع از مجموعه صحبتاتون برای من 2 پرسش مطرح شد که پرسش اول این است که شما گفتید که بسیاری از این سروهای بلند و گردن فرازی که میبینید ریشه شون خرابه، در خرابیه. آیا خب چگونه باید ببینیم؟ ما سروهای بلند گردن رو و سرفراز رو باید بدون توجه به ریشه شون نگاه کنیم؟ نباید به ریشه توجه داشته باشیم یا ریشه رو باید ببینیم؟ جمع فروزنده، بوته گوجه فرنگی و خیار و کدو رو مانند سرف ببینید، همینقدر که درختند و یا یه موجود گیاهند. اشکال کار ما در این ماجرای سرف ها و بیت هاست که غالبا هیچ است. اشکال کار اینجاست، نمیشه، یعنی اون پایین باید بیشتر اوقات خراب باشه. عرض من اینه که بی خودی یه چنین تقدسی، یه چنین امتیازی، یه چنین برتری، یه چنین از ما بهترانی اصلا نیست. من و شما اگر به اون اصل برابری نرسیم، اون ماجرا بسیار جدی است. این تفاوت ها اصلا معنی نداره، تو هیچ زمینه ای معنی نداره. این زمینه که اصلا کسی به خدا نزدیک باشه، من اصلا نمیفهممش، باور کنید نمیفهممش. برای که انسانی که به خدا نزدیکن هیچ چیزی اضافه ندارند، نه هستند، که من فکر کنم خب اینا به خدا نزدیکن. نمیخوام وارد جزئیات بشم. یه گروهی که خیلی به خدا نزدیک بودن، یه گروهی که اصلا توی حالتهای خاصی میرفتن، یه گروهی که اصلا به خاطر این حالتهای خاص احساسهای عجیبی داشتن، این گروهی که ای بسا میتونستید تو مغزشون خنجر بزنید اذیت نشند، از بدنشون از این ور به اون ور میله رد کنید، تو دهانشون این کارو کنید که تاکتیکا و چراییشو از نظر علمی هم میدونیم، که اینقدر به خدا نزدیک میشن، اینقدر به حقیقت نزدیک میشن و اینقدر با خدا یکی میشن، شب که میرن خونه همون بدجنسی رو با همسایه و همون مش رو تو دهن زنشون میذارن که غذاش سرده. من چرا بپذیرم که این آدمایی که اینقدر خدایی هستند و الهی هستند و نزدیک شدند و با عشق آمیخته شدند و نمیدونم من خود و شخصی و اینا راک، یعنی بازی قربونتون، واقعا این همه به تفاوت نیست. بعدم نگاه میکنین به زندگی عادیشون مثل بقیه بود، نگاه میکنین به بعد از افتادنشون مثل بقیه. قدرت اینا قدرتی نیست. کدام یکی از اینا قدرت داشته؟ من همیشه عرض کردم قدرت ضعف دیگرانه، نه در کسیه. به همین دلیل وقتی شاه ایران که آدم قدرتمندی، مردم بهش حداقل در اون گونه که اتفاق میفته پشت میکنه، بعد مشکل پیدا میکنه برای یافتن یه جایی که بتونه شب رو بگذرونه، گیر میافته. در حالی که اگر چیزی به اسم قدرت وجود داشت اونو به کار میگرفت دیگه. شما که فارسی بلدید، هر جا برید فارسی بلدید، چیزی به اسم پاور و قدرت وجود، یه توهم است، ایلوژن. قدرت ضعف دیگران، اصلا چیزی به اسم قدرت نیست، فقط ضعف و زبونی است به دلیل درد و مرگ و به دلیل احتیاج. احتیاج، درد و مرگ منو نیازمند میکنه، منو ضعیف میکنه. شمایی که این نونو به من میدید، شمایی که جرأت این ریسکو دارید، سوار بر من میشید، که تازه اونم نشانه ضعف شماست و زبونی شماست که میخواید سوار بر من بشید. چون ببینید تو همین بحث که از تاری فرمودید، چرا مردم میخوان درخت بشن؟ برای که زیر پا له نشن. چرا مردم نمیخوان زیر پا له بشن؟ برای که قبلا شدن. شما نگاه کنید به آدم خودشیفته، نارسیسیستیک پرسونال دیسوردر، شخصیت خودشیفته، من تو سیدی شخصیت ناسالم مردم، این آدمی است که له شده.
و اون تیکه باقی مونده شو آنچنان بزرگ میکنه که بتونه بپوشونه اون قسمت آسیب دیدش رو. بنابراین شما دو چیز رو میبینید وقتی آدمی رو خیلی بزرگ میبینید، باید بدونید هرچی صدای اینها بلندتره و بزرگیشون بیشتره، طبلهای توخالی تری هستن. اشکال کاری این است که انسان ها انسانه، ولی وقتی آدم موشه و امکانشو پیدا میکنه چه باید بکنه؟ باید بره تو پوست شیر و یه بلنگو بگیره دم دهن شیر و نهره بکشه و اون وقت همه رو بترسونه. به همجاست که اون چیزی که در جهان وجود داره چیه؟ موشهایی هستن که در پوست شیر رفتن و جالب اینه که بقیه موشها رو میترسونن، آدم ها رو میترسونن. و اینه که سیستم سیاسی در جهان تونسته استقرار پیدا کنه. به همجاست که بیشتر اینا فقط در حقیقت ببرهای کاغذی هستن که وحشتناکن، ولی اگر بهشون نزدیک بشید خبر نیست. به همجاست که وقتی شما نزدیک میشید به این بزرگان چه میبینید؟ هیچی. من به دلیل کارم سرخورده میشید اصلا؟ نه سرخورده شید متوجه میشید همونا اصلا. شما من بگید هیچ آدم بزرگی دیدید که نفس نکشه؟ هیچ آدم بزرگی دیدید که غذا نخوره؟ ببخشید هیچ آدم بزرگی دیدید که مدفوع نداشته باشه؟ وقتی که همه اینا هست، همینه که ما وقتی که آدم های کمدان خواستن برای خودشون درست کنن، آمدن پیغمبران رو چجوری نشون با حاله ای از نور دور سرش، بعد حیوانات رو در خدمتش، آه قربونه تو، از هم چیزی وجود خارجی نشته. اگر یه همچی چیزایی داشتن چرا دوربری ها بعد از چند سال، 10 سال 20 سال هیچ اهمیتی بهشون نمیدن، مسخره شون میکنن، تو سرشون میزدن؟ برای که عادی بودن. مگر نیومده ما مثل شماییم؟ به همجاست وقتی اونا مثل ما هستن، اینا که تازه کسانی هستن که ما باور داریم، حالا من چرا بیام برای کسی جایگاه و مقامی قائل بشم؟ به همجاست که شما یه سربازید، یه کسی هم جنرال مثلا 4 ستاره هست، یه مسیر است، تازه بسا نقش شما و تأثیر شما و کار شما مهمتر از اوست، ولی این سیستم رو اونجا قرار داده و شده جنرال 4 ستاره. خب دکتر، اگر این فرمایشات شما رو بپذیریم؟ نه نپذیریم. نه خب بپذیریم. نه بشنه. میشنویم برای اینکه از زبان یه فرد صاحب صلاحیت داره در میاد و راهنماست. دکتر چه باید کرد؟ یعنی مسئله این است که ما الان در کشور خودمون، من حقیقت چه بخواید مثل شما آرام نیستم، یعنی خیلی برام شرایط دلواپسی ایجاد کرده. یعنی فکر میکنم که سرزمین من علی رغم این آرامش ظاهری توأم با ظلمش نسبت به مردم، در مرز خطرات بسیار جدی قرار داره که ممکنه عاقبتی بهتر از سوریه و عراق و سایر کشورها نداشته باشه که در منطقه خاورمیانه هستن. واقعا از دست ما که در خارج از ایران هستیم، در عرصه‌های مختلف داریم کار میکنیم، از این جماعت چه برمیاد؟ کاری میتونیم بکنیم برای کشورمون؟ به هر حال نامه‌ای که شما را اینجور دگرگون کرد، این بخشی از یادداشت‌های این خانم مریم ربیعی که از زندان اومده بیرون و 17 سال این زن، خودش هم داره میگه جرمش نگهداری اشیاء عتیقه است، هر چی بوده در این شرایط داره زندگی میکنه در داخل زندان. این فجایع، این وضعیت چجوری قابل تحمل؟ اولا یه چیزی رو بفهمم، چون فرمودید آمده بیرون، قصد اون نامه ایست که آمده بیرون؟ نه خودش زندانه. همین، من یه دفعه خودش در زندان قرچه بیرون، حتی برای یه آن یه دفعه خوشحال شدم. نه متوجه شد، تعجب کردم، برای که محتوای مسئله این بود. ببینید جان فروزنده، ماجرای قانون طبیعت. من اگر به استالی بگم هوای لس آنجلس گرم و سرد شده و خب یه کاری بکنیم، پاسخ شما این است که فلانی، فکر نمی‌کنم. درسته که بحث گرمایش زمین هست و اینا، ولی کاری. بعد خدمتتون عرض کنم که آخر کاری که میتونیم بکنیم احتمالاً توی خونمون با توجه به علم و تکنولوژی یا یه بخاری یا یه کولری را بندازیم و هوا رو برای خودمون درست کنیم و این حد اکثر کار. حالا این امکان و احتمال وجود داره که من و شما یکی از این سرما و گرما رنج میبریم و بقیه یه جوری با امکاناتی که طبیعت و محیط اجتماعی اجازه میده شرایطی فراهم کنیم که تو خونه همه
و تو اتومبیل همه کولر رو فرض کنید بخاری بگذاریم. این کاری است که میشه کرد. در خصوص موضوع و مسائل سیاسی هم همینه. یعنی شما قرار است که یه جمعی رو بتونید داشته باشید که بتونید اون چیزی رو که خوب و درست میدونید پیاده کنید تو اعمال کنید. و همونطور که در طبیعت قوانین و محدودیت ها و واقعیت ها سبب میشه که شما به همین راحتی به همه خونه آب و برق ندید یا دستگاه سرد کننده و گرم کننده، تغییرات دیگرگونه اجتماعی هم چنینه. ولی اگر شما من بفرمایید در حد یه آدمی که آدم نه متاسفانه نه سیاسی است نه فعالی سیاسی است نیستم، علتش هم ویژگی روانیمه، ای و ایراد بزرگی هم است، به من بگید کارهایی که اونایی که سیاسی هستن و فعالی سیاسی هستن رو به راه درستش نرفتن. یعنی میشد خیلی نوع دیگری کار کرد. و قصد من درگیری حالا یا هرچی در حکومت نیست، حداقل هوشیاری آگاهی بود. به همینجاست که یه آدمی مثل من که فقط میتونه خونه خودش رو گرم کنه آمده گفته شاید بتونم فقط یه دونه خونه همسایرم گرم کنم. و اون کاریست که سالهای سال در حد گرم کردن یه دونه خونه بدون حتی خوشنودی از این کار و احساس رضایت باید انجامش بدن. ولی کسانی هستن که میتونستن و میتونن برای این موضوع کاری بکنن ولی چرا نکردن یا نشده یا نتونستن، هر کدوم از اینا بحث دیگری داره. حتی شما در امریکا جامعه ایرانی یه نگاه و نظری درباره موضوع داره، حداقل شما ازش خبر دارید، منم دارم، چون من یکم میرم شهرهای مختلف میرم میتونم اینو ببینم. بنابراین میتونم بگم متوسط ایرانیان در زمینهای مختلف فرض بفرمایید که کجا قرار گرفتن. بعد یه دفعه شما میدید مثلا یه گروهی نمایندگی جامعه ایرانی رو ابراز میکنه که حتی 2% ایرانیان از اسمش و وجودش هم خبر ندارن و از اون 2% که خبر دارن 2% که باقی مونه 90% مثلا با اون نگاه و نظر موافق نیستن ولی میتونه خودش رو ارائه بده. همون حرفی که نیچه میزنه، میگه دروغ دولت ها اینه که من همان مردمم یا من همان ملتم. اینجاست که اشکال کاره. اشکال کار در این دروغ های بزرگه. اشکال کار در اینه که یه دفعه همه چیز ماورا طبیعی میشه اگر ما فقط بیایم بپذیریم که ما فقط با هم متفاوتیم، ما از هم متمایز هستیم ولی ممتاز نیستیم هیچ. و درست مانند من و شما که تو خیابون میریم، که این ور خیابونه که اون ور خیابونه، یکی از این ور میره که از اون ور میره، فقط متفاوتیم. هر وقت به اینجا رسیدیم زندگی رو بردیم. اشکال کار این است که از کودکی هی ما داریم نگاه میکنیم کی کوچکتره کی بزرگتره کی بهتره کی بدتره کی بالاتره کی پایینتره و از اونجا گرفتاری شروع شد. یعنی روزی که آمدیم به جهان به عنوان تفاوت نگاه نکنیم. به همینجاست که در مبحثی که خدمتتون درباره همین عشق داشتم عرض کردم موضوع آزادی دو تا معنی داره. یکی آزادی است که در حقیقت پیروی از قانون درسته، یکی آزادگی است که نگاه کردن به دنیا به عنوان دنیای تفاوت، خوبش کمه 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 نه که نیست، بدش کمه کمه و آنچه که در این میانه میمونه تفاوت. و اشکال کار این است که ما در دنیای زندگی میکنیم که بسیاری از این دوستان چه در امریکا که گروه هایی هستن چه در ایران آمدن خط کشت، این خوبه این بد، این درسته این غلط، این حلال این حرام، این دوسته این دشمنه، این مؤمن این کافر، این بهشتیه این جهنمیه، این راستگوه این دروغگوه. تموم کار. یعنی شما به من به عنوان کسی که کمی مسائل روانی اجتماعی شما به من میگید یه جامعه اینجوری فکر میخوای چیکارش کنی؟ مثل این است که فرض کنید همه 2 سالن شما میگید ممکن از اون جراحان خوبی در بیاری، من بچه 2 ساله چجوری جراحیش کنم؟ خب این با یکی از حرفای دیگه خود شما در تناقض قرار گرفت. بارها با شما من صحبت کردم نه روی آنتن خصوصی از شما که پرسش میکردم میگفتید که اگر شرایط امروز در ایران تغییر پیدا بکنه ظرف چند سال میشود همه چیز رو عوض کرد. کاملا به این معتقدم. خب اگر که شما امروز ایران شرایطش عوض میشه
فرض میکنیم، میتونیم فرض کنیم دیگه، و مسئولیت تغییر شرایط رو هم بسپارم به شما. شما چجوری این بچه دو ساله رو میخواید یه دفعه رشد بده؟ براحتی میشه. حسن کار اینه که جناب فروزنده، ما برای که فیزیک و شیمی بتونیم قرار نیست 2500 سال صبر کنیم. امروز فقط کافی است 2500 ساعت شما بخونید، لیسانسشو دارید، و 7500 ساعت دیگه شو بخونید، 10000 ساعت که مطالعاتشون دکترا شده. نه، اون کار شدنیه. این که من دو مرتبه یه جامعه بیماری که بسا مهم نیست، عقب مونده ای که ببینید جناب فرزنده، هست تاریخ خودتون اشاره فرمودید که به لطفی دارید برخی از وقت برنامه‌های رادیو رو میشنوید، و شما میدونید از 10 تا تلفنی که من میگیرم الان 3 تا 4 تاش مال ایرانه. بلد. شما در این آدما همه جور گرفتاری و بیماری میبینید، اما میل به دانستن، میل به دانایی و توانایی و میل به رشد و کمال رو در همه اونا میبینید، در همه اونا. حسن کار اینه که ما هممون میتونیم، که این همه خسته ایم و شکسته ایم و پامون خونین و مالینه، پشت فرمان یه اتومبیل بشتیم با سرعت 100 کیلومتر بریم. نه، این شدنی است. به همین جهت است که اگر بخواهند میشه نظام آموزش و پرورش رو، نظام تعلیم تربیت رو در خانه رو، نظام روابط اجتماعی رو درست کرد. ما کشوری نیستیم که امکانات نداشته باشه. ما داریم به بیراه میریم. من و شما به جای محبت و دوستی یک کار دیگه میکنم. همیشه عرض کردم ما دو جور زندگی داریم، یکی در پیست رقصه، یکی در پیست بوکسه. ما الان تو پیست بوکسیم، میخوریم و میزنیم و بی نتیجه، بی فایده. حتی وقتی هم که برنده بشیم بازنده. به همین جاست که من نمیدونم شما از کسانی که در ایران یا امریکا فرق نمیکنه صاحب ثروتی یا قدرتی یا مقامی دارن، ای برید سراغشون، اصلا زندگی ای بسا بهتری از من شما ندارم. من باشون روبرو بودم، برای همه اونا چیزی بهشون اضافه نکرده. یعنی همه اونا زندگی همراه با شادی، با لذت، با رضایت، با خوشنودی، با امنیت، با آرامش، به راحتی بهشون داده. رئیس جمهور امریکا در مقابل یه واکنش به نظر من از نظر سیاسی عادی حرفی میزنه، خیلی توی یه دقیقه و نیم برگرد بگه شما جمهوری خواها مثل هارد لاینرهای یا لاینرهای ایرانی. چرا عرض کردم من نمیپسندم؟ برای که این برچسب زدن ها، شما مثلا من بگید تو اشتباه کردی، ببخشید. شما من بگید ببخشید منو، تو خری، همچه ما تو من بود. این شد ارتباط انسانی که شما جمله رو اینجوری ببندید؟ شما واقعا اگر واقعا آقای اوباما حتی به این مردم که به نظر من یه فهم شعوری در یه حد و سد دارن، فقط واقعیات و حقیقت رو بگه، بیشتر میتونه مسائلش رو حل کنه در داخل و خارج، و بیشتر میتونه حتی پشتیبانی 90% مردم داشته باشه. نیست قربونتون. تو این صحنه لعنتی سیاست فقط جای روباه هست و گرگ، و بنابراین همه دروغ میگه. اشکال کار اینجاست. و الا من با شنیدن این حرف به هیچ وجه اصلا فکر نکردم من که با جمهوری خواه میونه ندارم. خاک تو سرتون، بفر بود به این چی میگه. من جا خوردم از آقای اوباما، یه آدمی که از هاروارد دکترای حقوقش رو گرفت، یه آدمی که استاد حقوق در حقیقت قانون اساسی امریکاست، یه آدمی که در حد کمی که من قانون اساسی امریکا رو میبرم، پاسخش این باشه. و اصلا چرا این پاسخ شد؟ و بعد از کجا تو ای مرد اینقدر مطمئنی که کار تو درسته؟ اونم در صحنه سیاست، درست و غلط ها. شما میدید بسیار از اوقات شما قدم درست رو برشه، ولی بزرگترین خطر رو بعدم برای به دنبالش داشتی. اشکال کار دنیا اینه. مثل آرزوهامونه اونه. بنده آرزو دارم بلیط وقت آزمایی ببرم. من از بدشانسیم بلیط وقت آزمایی رو میخرم. میرم یه اتومبیل میخرم، میرم سفر تصادف کنم. این دنیای این چنین که اصلا معلوم نیست اون چی که آدم میخواد خیر و صلاحش هست یا نیست.
من دلم میخواد به یه مهمونی دعوت بشم، من دعوت نمی کنم، اصلا دعوت میکنن بعد شما میشه این فلانی هم دعوتش کنی. اونم تلفن در منم خیلی خوشحال، سپاسگزار شما، خیلی هم خوشحال چهار جام میگم که ما رو هم به مهمانی دعوت کردن. میریم تو را تصادف کنیم فلج شیم، تمام رو چرخ نشستیم. آخه موجود این چنین ضعیف و نحیف، جهان این چنین پیچیده، فقط میشه امیدوار بود که قدم اول درست برداریم، امیدوار بشه قدم دومی هم درست، ولی هیچ معلوم نیست. بنابراین وقتی آقای اوباما از این ور یا جمهوری‌خواه از اون ور و تندرو از اون ور، نمیدونم ماه میانه رو از جان میگه من نمیدونم، دارن این حرفا رو میزنن که این درسته اون غلطه، بله یک کمی جای گفتگو داره، ولی بعد برمیگره به قدم بعدی. با این ترتیب شما میگید انسان باید قدمهاش رو کاملا محدود بکنه به توانایی‌هاش و اونچه که میتونه بهش دسترسی پیدا بکنه. آرزوهای بزرگ باعث شر میشه. نه، قاعده معلومه چیه. به قله کوه نگاه کنید ولی جلو پاتون مواظب باشید، چون اگر فقط به قله نگاه کنید میفتید تو چاله، پاتون میشکنه، همونجا میمونید. اگر جلو پاتون نگاه کنید از بعد از یه عالمه رفتن میبینید به قله نرسید، تو دره سر در آوردید. تعادل این مسئله است، هم جلو پاتو مواظب باش هم قله رو. وقتی هر دوتا رو مواظبی و هر چند وقت دفعه اونجا رو نگاه میکنی که از مسیر منحرف نشی و جلو پاتون تو چاله نیفتی پات نشکنه، بردی. بنابراین ترکیب این دوتا است. شما در این حال آدم خوشبینی هستی. بسیار بسیار، به دو دلیل. یکی این که به انسان باور دارم و دومی که فکر میکنم اگر خوشبین باشم امیدی هست، اگر بدبین باشم وقت نه. خب اصلا این است که علارغم همه نابسامانی هایی که میبینید، این امید رو در یه سطح خیلی بالایی در خودتون زنده نگه میدارید و مسائل قابل حل میبینید، در حالی که بسیار دیگه دلیل عمده توجه من این است که خب شما پایه تحصیلاتتون هم در اقتصاد هست. غیر از این مگه اقتصاد هم خوندید؟ شما لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد دارید، از اونجا اومدید، ولی توی صحبتاتون المان های اقتصادی موجود در جهان و در ایران نیست. چرا هست جامعه؟ شما شما که بخواستید اوضاع ایران رو بدید لسپن بیدید کاری اوضاع اقتصادی جهان رو بدید. ما جان رابینسون اون موقع گفت که ما 225 میلیارد نفر رو میتونیم غذا بدیم. 225 میلیارد، ما الان 7.5 هم نشدیم گرسنه ایم، 2 میلیارد اون گرسنه ایم، نمیشه درستش کرد. خیلی خودتون چه برای من، نمیخوام جواب اینجوری عرض کنم. من با نظر آرنولد توینبی بعد از خوندن 10,000 صفحه کتابش در 12 جلد Study of History، مطالعه تاریخ، به حرکت دورانی معتقدم. یعنی سیستم اوج میگیره میره بالا، یه حزیزی داره میفته پایین دوباره میره، و جهان این گونه بوده تا به امروز چنین بوده. و به همین جاست که حتی اگر تو حزیزم باشم، تو سرازیریم باشم، من دوباره اوج رو میبینم، برای که همین این تاریخ بشریت و از نظر انسانی هم چنینه. یعنی شما وقتی به نگاه میکنید به حرکت خلقت که هم اصل تکامل داره به یک اعتبار و هم اصل در حقیقت ادواری خودشو داره، یعنی سیستم چون میچرخه، بنابراین نه من مثل فرض کنین آناتول فرانس هم که در مسیر سرازیری ببینم، نه مثل هردر و کندرسه که در مسیر بالا ببینم، بلکه حرکت دورانی به این صورت همیشه نقطه در حقیقت حزیز اون پایین افتادنه از حزیز قبل. بله، در هیچ کدوم از این تحلیل ها محدودیت های رشدی که طبیعت به ما تحمیل میکنه وجود نداره. من مشکلم طبیعت نیست، مشکلم انسانه. طبیعت اصلا مسئله نداره، طبیعت محدودیت به وجود آورده، ولی شما هر چیزی رو که در طبیعت بد میبینید، هوا رو داده، غذا رو داده، جا رو داده. بسیار خب، ما گرفتیم گفتیم مال منه، شما مال شما نیست، حالا پول بده آبی که من درست نکردم. در همین منابع رو ما داریم ضایع میکنیم، منابعی که جبران شدنی هم نیست. خب ممکنه، اولا میتونیم ضایع نکنیم، دوم هنوز جا داریم. شما هنوز خیلی جا داریم. شما اصلا بیاید همه کشورها رو ببرید، اصلا همه شون بیارید امریکا، یعنی 7 میلیارد بیارید امریکا، امریکا جا داره تنها، باورم کنید جا منابع داره. بعدم تلویزیون شما همه میشن تماشا کن. من بحث جدی مطرح میکردم، من هم چاره جز شوخی ندارم، برای که اونجا کم میارم.
وقتی آدم کم میاره چاره نداره نداره یا بزنه به کودکی یا به شوخی جناب فرزاد. اگه تو به من میگید خوشبینی هستم، اصلا بهشم نه تنها مباهیم، حرفی هم که شما میزنید رو متوجهم. آقای دکتر، کشور خود ما ظرف 2-3 سال آینده، مکسیموم ظرف 10 سال آینده، به یک کشوری شبیه سومالی تبدیل داره میشه. نه نخواهد. از نظر اقلیم نخواهد. عواملش داره نشون میده. باشه. خیلی باور ندارم این وضع میتونه اینجوری ادامه پیدا کنه. اصلا. به نظر من شما اگر به توانایی ها و ظرفیت ها و قواعد دگرگونی های جهان نظر و باور داشت باشید، اون چیزی که شما اسمشو میذارید برای کشور میان مدت، نه کوتاه مدت، 1-2 سال میتونم بفهمم، میان مدت 2-7 سال از نظر اجتماعی خیلی بهتر از این میرم، یا 10 سال بلند مدت که حتما خوبه. اگر جهانی باشه جای ما هم خوبه، اگه نباشه خب همه با هم یا بخیه رفتار ما که اتفاقا زودتر میریم. امیدوارم که وجود شما سالم باشه و مردم هم بتونند از صحبت های شما استفاده بکنن. اون چه که گفتید در مورد ارتباط هایی که با ایران برقرار میکنید، نظر منم به این جلب شده که احتمالاً تا قبل از اینکه این پدیده اپ و وبسایت و اینا باشه، برنامه های شما اگرچه در ایران از طریق سی دی و اینها میرفت و عده زیادی اون رو توجه کردن، ولی این توجه تازه یک موج تازه است که نسبت به قضیه ایجاد شده و فکر میکنم که شما سبب رونق توجه مردم بیشتر به کار روانشناسی و روانکاوا مشاورین خانواده در ایران شدید. بعضی از اونها هم الگوی کار شما رو تبعیت میکنن. به هر حال امیدوارم در هر شرایطی که ایران به سومالی تبدیل بشه یا نشه، که امیدواریم نشه هر دو، کار شما پر رونق خواهد بود. متشکرم از محبت. سپاسگزارم، ولی قول به شما میدم هفته آینده وقتی میخوایم به عشق عاشقی برسیم، مقدمه برنامه رو جوری شروع کنیم که خوب به شما انرژی مثبت بده. انرژی مثبت نه، ولی انرژی بده. اینا رو بذارید برای بقیه برنامه‌هاتون. به هر حال اونجا خیلی بله همین. هر وقت کار خیلی خیلی جدی بخوام داشته باشم در این مورد که یه آدم صاحب نظر رو بخوام نظرشو بگیرم، با اجازهتون میارم تو همین برنامه. بله بیارید، ولی بحث قبلی رو ادامه دیگه نشید. برای در خدمت سپاسگزارم.